خب، به توکل نام عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت همه رفقای گلم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، خیلی خیلی خوب باشین، خودتون و خانواده محترمتونم خیلی سالم و سلامت باشین. امروز میخوایم با هم دیگه یه بحث خیلی مهمی رو از سال 12 هم کار کنیم که میدونیم هم در مباحث ترجمه و هم در مباحث و تست های قواعد اینو میتونیم ببینیم، هم در کنکور هم در کنکور آزمایشی، و اون هم بحث مهم حال. خب، به طور کلی حال همون قید حالت ما در زبان فارسی قبوله. مثلا من میگم چی؟ علی گریان آمد، درسته؟ حالتی که علی اومده چیه؟ این گریان بودن است، قبوله؟ حالا اینجا نیا کن، پس من اگه اینو بخوام بیارم تو زبان عربی بعد چی بگم؟ بگم جاء علیون باکیان. نکته کجاست؟ ببین، من یه فعل دارم، یه اسم علی دارم که میدونم یه اسم معرف است، درسته؟ اسم علم دیگه، و اینجا حال باکیانو دارم. پس یه فعل دارم، یه اسم معرفه علی دارم و یه باکیان دارم که حال من باشه. پس به طور کلی من اگه بخوام نقشه راه حالو بگم چی میگم؟ میگم آقا جون، من یه فعل دارم، یه اسم معرفه دارم، به علاوه یه حال، به علاوه یه حال. خوب اینجا دقت کن، این حال من یا یه اسمه یا یه جمله است. پس به طور کلی من دو نوع حال دارم، یا حال اسم دارم و یا حال جمله دارم. خب برم سراغ تک تک اینا با هم بررسی کنیم، ببینیم کجای کاریم، چیا لازم داریم با هم دیگه. ببین منو، اولین دسته از حال، حال اسم. زمانی که یک اسم در جمله سه تا ویژگی رو همزمان با هم داشته باشه، چی اون سه تا ویژگی؟ مشتق باشه، نکره باشه و منصوب باشه. به اصطلاح میگم حال اسم یا حال مفرد منم منم داره، مشتق، نکره، منصوبه. منظورم از مشتق چیه؟ یعنی آقا یا اسم فاعله یا اسم مفعوله و یا دو تا وزن فعیل و فعل رو داره. بچه های نظام قدیم رو ما میدونن که آقا این صفت مشبه است عملا. پس عملا حال مفرد من یا اسم فاعله یا اسم مفعوله یا صفت مشبه است. این تیکه اول. تیکه دوم نکره است. نیایی بگی حتما پس تنوین داره ها، نه، میتونه جزو معارف نباشه برای این که نکره باشه. پس الزامی بر اومدن یا نیومدن تنوین نیستا. و مورد سومی که باید داشته باشه، حتما اعرابش منصوبه. ایول، پس بیام علامت های اعراب منصوب رو بررسی کنیم. من میدونم تو اسم مفرد فتح و تنوین فتح، تو اسم مثنا عینه، تو اسم جمع مذکر سالم اینه، و در جمع مؤنث سالم آته یا آته. اینا علامت های منصوب بودن. اوکی، حالا مثال بزنم روش صحبت کنیم با هم. میگه آقا رأیتو الطفل مسرورا، یا میگه رأیتو الطفلتا مسرورتا. قبوله؟ خب این دوتا رو با من بیا. تو اولی داره میگه آقا دیدم بچه ای رو در حالی که چی بود؟ مسرور بود، خوشحال بود. همین فقط؟ نه آقا، این مسرورن احیانا نمیتونه به فاعل فعل رأیتو من که ضمیر تو باشه برگرده، دیدم بچه ای رو در حالی که خوشحال بودم. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه. پس هم به این طفل میتونه برگرده مسرورن، هم به رأیتو. حالا من برگردم به توضیح.
تو توضیح اولیه حال گفتیم آقا اسم یا جمله ایه که میاد حالت صاحب حال رو بیان میکنه. من به این صاحب حال میگم ذو الحال. ذو یعنی دارا دیگه، پس دارای حال، دارنده حال. خب پس من باید بیام حالت یه بابایی رو مشخص کنم. ببین منو، این باباه، این باباه حتما گفتم یه اسم عارف است، جاشم قبل حال قطعا و و و غالبا اکثر مواقع این صاحب حال من یه نقشایی مثل فاعل یا نائب فاعل یا مفعوله. پس اگر از تو پرسید ذل حال رو پیدا کن، صاحب حال رو پیدا کن، باید بری سراغ یکی این ستا با، نه چیز دیگه. اگه فعلت معلوم بود فاعل یا مفعول، اگه فعلت مجهول بود برو سراغ نائب فاعل. اوکی این؟ خب برگردم بالا. پس من اینجا تو رأی تو از طفل مسرورن هم میتونم زمیر تو رو بگیرم هم طفل رو بگیرم ذل حال. تو اینجا دوباره رأی تو از طفل مسرورن دوباره هم زمیر تو میتونه باشه هم طفله. چرا زمیر تو میتونه باشه؟ چون آقا صیغه 13 متکلم وحده هم برای جنس مذکره هم برای جنس مؤنث منافاتی نداره با هم. خیلی مهم بودا، خیلی مهم بود. یا اینجوریه یا داستان میاد به تو چی میگه؟ میگه آقا مثلا میگه این حالت الفاعل یا این حالت. آها پیش میاد و صاحب حال و مشکل. این خیلی باید ببینم عبارت امن به حالی که خواهد. اوکی مثلا باشه ایه حال میگه تو ات بریم. بله. چی میگفتیم؟ گفتیم آقا بعضی وقتا خود عبارت به من میگه مثلا عین حالت الفاعل یا عین حالت المفعول. چی گفته؟ گفته رأیتو الطفلتا مسرور. میتونم بگم مسرورتن؟ نه عمرن نمیتونی بگی مسرورتن. چرا؟ چون از تو خواسته حالت فاعل مشخص کنی. فاعل تو چیه؟ مگه این ضمیر توه نی؟ درسته؟ چرا؟ میتونی مسرورتن هم مشخص کنی. چرا میتونی؟ چون این ضمیر تو هم به مفرد مؤنث دلالت داره هم به مفرد مذکر، پس جفت اینا گفتیم درسته، قبوله؟ اما اگه به تو گفته بود این حالت مفعول چی؟ دیگه اینجا چون طفلت مفعول توه دیگه نمیتونی بیای مسرورن رو بزنی. چرا؟ چون جنس طفلم و انسه، پس باید مسرورتن رو به عنوان حالت انتخاب کنی. اوکیه؟
پس مطلب مهمی که داریم چیه؟ این که آقا تو حال مفرد، تو حال اسم، حال تو باید از لحاظ جنس و از لحاظ تعداد با صاحب حالت مطابقت کنه. این خیلی مهمه. مثالا نگاه کن. مثلا چی میگه؟ میگه رعینا. خب از تلمیزه. من چند تا مثال میزنم. مسرورینه، مسرورتین، حتی مسروراتن، مسرورن، مسرورین، حتی به من بگو کدوم درسته کدوم غلطه. نگاه کن خوب. رعینا التلمیزه، من میخوام یکی اینا رو مثلا حذف کنم، بگم کدوم درسته کدوم غلطه. ببین میخوام بهت بگم که همه اینا درسته. چجوری درسته؟ نگاه کن. اگه بگه مسرورینه، اگه بگه مسرورینه، تو میدونی عینه علامت مثناست، قبوله؟ از طرفی فعل رعیناست دیگه، 14 متکلم الغیر، هم جمع و ساپورت میکنه هم مثنا رو، مگه نه؟ بس میتونه باشه، میتونه باشه. بگه مسرورتینه، دوباره این ضمیر 14 هم جمع هم مثنایه، هم مذکر هم مؤنث رو میتونه ساپورت کنه، پس اینم درسته. مسرورتینه، مسروراتن، اینم درسته چون دوباره با نا میخوره. مسرورن چی؟ دیگه به رعینا به نا نمیخوره ها، به کی برمیگرده؟ دیگه به تلمیزه برمیگرده. پس خیلی مهمه مطابقت جنس و تعداد حال مفرد با صاحب حالش. مسرورین هم که دوباره نامیتونه جمع مذکر باشه، مطابقت داشته باشه با مسرورین. حالا اینجا رو نگاه کن، اینجا رو ببین. یه موقع میگه عین حالت الفاعل، یه موقع میگه عین حالت المفعول، یه موقع میگه عین حالت الفاعل و المفعول معن. ها، حالی رو به من بده که هم بتونه حالت فاعل رو بگه هم مفعول با هم، با هم. پس چی مثلا باید بگم؟ بگم رأیتو التلمیزه. خب اینجا نیاکو، اینجا نیاکو، این توی که من میدونم فاعل منه، این تلمیزم چه مفعول منه، قبوله؟ حالا من میخوام حال بیارم، از طرفی میخوام هم حالت فاعلمو بگه هم مفعولمو، پس قطعا باید مثنا باشه، درسته؟ مسرورینه، درست شد؟ چرا؟ چون گفته معن، با هم، هم حالت مفعول میخوام هم فاعل. حالا نکته رو نگاه کن، حالشو ببر. این معن رو نگاه کن، یه معن دارم من، یه معن دارم. تو میدونی اسمی که بعد معن بیاد قطعا چون این ظرفه میشه مضاف الیه. جاء علی مع محمد، علی با محمد اومد، همراه محمد اومد. اما یه موقع میگه معن، این معنه خودش حاله. عین حالت الفاعل و المفعول معن، تعیین کن حالت فاعل و مفعول در حالی که با هم دیگن. پس خود این معنه حاله ها، حواست باشه. یه نکته قشنگ بود در مورد معن و من. اینو که برگردیم، همه چیزایی که ما تا الان گفتیم رفقا در مورد حال مفرد، درست شد؟ چی گفتیم؟ گفتیم آقا قالبش قطعا اینطوریه که فعل، اسم، معرفه و حال، اوکیه؟ حالا من یه سوال دارم، این اسم معرفه مگه بعد فعل نیومده؟ پس یا فاعله یا مفعول یا نافاعل دیگه، درست شد؟
پس ظهور حال شما گفتیم یا فاعل میشه یا نائب فاعل یا مفعول. این هم از این. این هم مرور. بریم سراغ حال جمله. شما میدونی به طور کلی من دو نوع جمله دارم. یک جمله اسمیه، دو جمله فعلی. گاهی اوقات جمله حال شما به صورت یک جمله اسمیه میاد، اما فرمولش چجوری میشه؟ خوب دقت کن فرمول ببینید، یه تستا رو میزنی ببین منو. حالت کلیه چی بود؟ این بود که فعل داشتم به علاوه اسم معرف. حالا داشته باش منو، جمله هم باید اسمیه باشه دیگه. پس من دوی مبتدا دارم به علاوه یه خبری که کل این مبتدا و خبر من میشه حال اسمیه. این ورم که فعل دیگه، با فعل شروع شده، پس این جمله فعلی هست عملا. یادت باشه زمانی که حالت از نوع جمله اسمیه باشه، بین این جمله فعلیه، با این جمله اسمیه حالت به واو حالیه نیاز داری. فرمول کلی اینه. پس این مبتدا و خبره که قالب مواقع هم ضمیره میشه جمله حالت. نیایی بگی فقط این خبره ها، نه کلش با هم. این خبره اتفاقا مرفوع میاد اینجا رو نیا کن. میگه چی عبارت؟ میگه تظاهر المسلمون و هم مطالبون به حکم القرآن. عبارت خیلی قشنگه ها، دقت کن. ببین این تظاهره فعل توه، فرموله ببین. این اسم معرفه هست یا نیست که فاعل برای اینه دیگه. اینجا جمله هم مطالبونه مگه اون ضمیره و خبره نی؟ مگه اون مبتدا به اون خبره نی؟ پس کل این هم مطالبونه میشه حال اسمیه تو. چه نشونه دیگه ای داره؟ این واو حالیه که اینجا هست. پس ذوال حال هم مطالبونه کیه؟ این مسلمونه که اینجا هست. در چه حالی؟ در حالی که مطالبه میکردن به حکم قرآن. قبوله؟ خیلی مهم بودا. یه مثال دیگه میگه چی؟ میگه جا علیون و هو زاه کن. اینجا باش دوباره نگاه کن. جا علیون، علی کیه؟ فاعل منه، درسته؟ برا فعل جا علی اومده. در چه حالی اومده؟ هو زاه کن. نگاه کن، واو حالیه، مبتدات، خبرت، کل رو وضاحه کن میشه حال اسمی. قبوله؟ این هستی. برگردیم به جزوه. نگاه کن منو، این دسته اول از حال جمله بود. اما دسته دوم چی؟ دسته دوم میشه حال جمله فعلیه. پس طبیعتا فرموله به چه صورته؟ طبق این روالی که گفتیم. پس من بعد اینجا یه فعل داشته باشم که بعدش یه اسم معرفه بیاد، که باز تکرار میکنم این اسم معرفه یا فاعله یا مفعوله یا نائب فاعله برای این فعل است. بعدش هم اینجا یه فعل بیاد دیگه، جمله فعلی است. مگه نه؟ جمله فعلی هم که با فعل شروع میشه. پس این فعل ما بعدش میشن حال جمله فعلیه تو. قبوله؟ حالا اینجا باش. میگه آقا حال اگر از نوع جمله فعلیه باشه دیگه به واو حالیه من نیاز ندارم، مگر دو جا. یک، قبل فعلم قد بیاد، یا قبل فعلم حرف یا حروف نف بیاد. پس اگر حالت از نوع جمله فعلیه بود به واو حالیه نیاز نداری، الا دو جا. یک، قبل این فعله قد داشته باشی. دو، قبل فعلت حرف نفی داشته باشی. مثال رو نگاه کن. میگه چی؟ میگه جا التلمیزو و
قد قرأ درسه. جاء التلمیزو. چرا واو دادی؟ به خاطر اینکه قد بر سر فعل قرأ اومده، پس واو حالیه میخواد. اما اگه قد نمی اومد چی؟ دیگه واو حالیه نمیخواستی. این خیلی مهم بود. مثالش، مثلا جاء علیون یکو. فعل اسم حرف فعل، درسته؟ قالب چیه؟ قالب حال جمله فعلی است. پس این جمله فعلیه من میشه حال من. چرا واو نداری دیگه؟ به خاطر اینکه قبل یبکا نه حرف نفی دارم نه قد. پس فقط واو حالیه بر سر جمله اسمیه میاد، و اگر بخواد بر سر حال جمله فعلیه بیاد زمانی میاد که قبل فعلم یا قد داشته باشم یا حرف نفی. اوکیه؟ زمانی که بحث جمله مطرح میشه و مخصوصا جمله فعلیه، چون دو تا فعل داره، خیلی ترجمه اصلا مهمه. خیلی ترجمه مهمه. اینجا باش دو تا نکته توپ بگم بهتر کنی. ببین منو، نکته اولا این که آقا گفتیم حال معادل قید حالت تو زبان فارسیه دیگه. پس من یا چطور چگونه پیداش میکنم از جمله میپرسم چطور چگونه، یا در چه حالی. چرا من یه طور جدا علامت گذاری کردم؟ به این دلیل که با چطور و چگونه غالبا حال مفرد پیدا میکنم، با در چه حالی حال جمله. حالا من از تو یه سوال قشنگ دارم. این چطور چگونه نکته میخوام بگم مشتی، مگه همون کیفنی هست یا نیست؟ کیفه هست دیگه، قبول داری؟ حالا اینجاش این کیفه ما، کیفه دو جا میاد غالبا. یک، بر سر یه اسم میاد، با یه اسمی میاد. مثال کیفه حالو که، حالکم مثلا، حالتون چطوره؟ این آقا چی بوده؟ بوده حالکم کیفه. یعنی چی؟ یعنی این کیفه خبر مقدم توه، این حالکم مبتدا مؤخرته. پس اگر کیفه با اسم بیاد نقش کیفه چی میشه؟ خبر مقدم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. پس اگر کیفه با اسم بیاد خبر مقدمه. اما اگر کیفه با فعل بیاد چی؟ علی چگونه آمد؟ علی سواره آمد. آها، پس اگر کیفه با فعل بیاد سواره حال میده به تو. خیلی خوب بودا. پس کیفه اگه با اسم بیاد خبر مقدم میده، اگر با فعل بیاد باید دنبال حال بگردی. خیلی خوب بود. برگردیم جزوه. اما اینجا من یه نکته به این اضافه کنم. گفتیم آقا ما غالبا صاحب حالمون باید یه نقشه مثل فاعل، نائب فاعل و مفعول باشه دیگه. قبوله؟ اینجا رو نیا کن. بریم تو صفحه سفید. فرق این دوتا جمله چیه؟ جاء علیون راکبن، علیون جاء راکبن. خوب دقت کن، این دوتا جمله چی؟ تو نگاه اول تو داری با خود میگی قطعا که این دوتا راکبنه حاله. دمت گرم، داری درست. خیلی خوبه. اما این حاله مگه صاحب حال نمیخواد؟ ذل حالش کیه؟ تو جمله اول چی میگی با خودت؟ میگی آقا علی اومده، درسته؟ کی اومده؟ علی اومده. در چه حالی؟ در حالی که سواره بود دیگه. پس علی میشه آقا صاحب حال من، درسته؟ که در واقع فاعل برای جا است. اما تو
جمله دومه چی؟ نقش علی چیه؟ مگه مبتدانی؟ ها پس این جا الاخر میشه خبر من؟ قبوله؟ خبر جمله فعلی است. پس این جا رو بکش بیرون. دیگه علی نمیتونه صاحب حال تو باشه ها. چرا؟ چون گفتم صاحب حال یا باید فاعل باشه یا مفعول یا نائب فاعل. این علی اینجا مبتداست. پس چی شد صاحب حال من؟ ببین این جا اگه صیغه یک نی، فاعلش کیه؟ یه هو به مستتر مگه نی؟ آهان، پس ذوالحال یا صاحب حال عبارت دوم این هو به مستتر در دل جا است. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. پس نیای هر چی دیدی یا بگیری یا نه، فقط ذوالحالت باید یا فاعل یا نائب فاعل یا مفعول باشه. این است. تو حال جمله فعلیه بودم. چی میگفتم؟ گفتم آقا من دیگه با جمله اسمیه خالی طرف نیستم. طبیعتاً اینجا من دو تا فعل دارم. یه فعل اول دارم، یه فعل دوم دارم. یه فعل اول دارم، یه فعل دوم دارم. چی کارش کنم ترجمهشو؟ خوبی رو دقت کن. اگر جمله حالیه تو با فعل ماضی باشه که قبلش هم فعل ماضی داشته باشی، جمله حالیت باید به صورت ماضی بعید ترجمه شه. ماضی بعید ترجمه شه. مثال: رجع التلمیزو من المسجد. خوب دقت کن. وقد صلا صلاته. من میدونم این جمله قد صلا صلاته که حال من. برای کیه؟ ذوالحالش که این تلمیزه باشه. نقش تلمیز چیه؟ فاعل برای فعل رجع. خوبه؟ بیا اینجا. فعل اولم ماضیه، فعل دومم هم ماضیه. پس حال من باید به صورت ماضیه بعید ترجمه شه. پس قد صلا صلاته نمازش رو خوانده بود. بازگشت دانش آموز از مسجد در حالی که نمازش رو خوانده بود. اما مورد دوم، اگر جمله حالیت با فعل مضارع باشه که فعل قبلش ماضی باشه، جمله حالیه با فعل مضارع تو باید به صورت ماضی استمراری ترجمه کنی. درسته؟ مثال: میگم رأیتو المسلمین یهتفون ضد الظلم. این مصدر یهتفون شعار دادن معنی میده. فعل اولم رأیتو ماضی، فعل دوم من که جمله حالیه یهتفون ضد الظلم رو بگیره مضارع. ماضی مضارع، ماضی استمراری. پس شعار میدادند. خیلی خوب. اما میخوام مطلب آخر رو بگم و برم سراغ تست. چیه مطلب آخرم؟ ببین منو. خراب شد. من تا الان در مورد جمله‌ای که بعد از اسم معرفه میاد با شماها صحبت کردم. قبوله؟ چی گفتم؟ گفتم اگر یه جمله ای بعد از اسم معرفه بیاد حاله. اما اگر جمله ای بعد از یه اسم نکره بیاد دیگه میشه جمله وصفیه. او چقدر خوب. برای همینه که تو ادبیات عرب میگن الجمله تو بعد از نکرات صفاتون، جمله بعد از نکره صفته، و الجمله تو بعد از معارفه حالون، جمله بعد از معارفه حاله. اینجا رو ببین.
دو نوع بگم. رأیتو تلمیزه یذهبو الاخر، یا رأیتو تلمیزن یذهبو الاخر. تفاوت این دوتا جمله چیه؟ اینه که اینجا مفعول من یه اسم معرفه است از تلمیزه، اما اینجا مفعول من یه اسم نکره است تلمیزن. بلافاصله بعد جفتشون هم جمله داری. قبول داری اینو؟ پس چی میشه؟ چون واسه اولیه من تلمیزه که اسم معرفه است، پس این جمله یذهب و الی آخر میشه جمله حال. اما برای این چون تلمیزن یه اسم نکره است، جمله یذهب و الی آخر میشه جمله وصفیه. میدونم تو ترجمه جمله وصفیه باید که بیاد دوباره ماضی مضارع ماضی استمراری. دیدم دانش آموزی رو که میرفت. حله؟ اینم از خب ما تا اینجا تمام مطالبی که باید در مورد حال از حال مفرد یا حال اسم میخوندیم و بعد حال جمله رو دیدیم، نکته های خوبی هم در موردش بررسی کردیم. بیایم با هم یه سری تست بزنیم از این مبحث حال. خب سوال اول چی گفته؟ گفته این جملت التي لیست فیها حال، تو کدوم جمله من حال ندارم. یه چیزی میگم خوب یادت باشه، در مورد حال خیلی، ببین خیلی ها، خیلی به سایر نقشا حواست باشه. چرا به سایر نقشا باید دقت کنی حواست باشه؟ چون خیلی از نقشا هستن که مثل حال اعراب منصوب دارن. کپ حال از لحاظ ظاهر ولی حال نیست. نگاه کن میگه چی؟ این جمله التي لیست فیها حال. اول من چیکار میکنم؟ چیزایی که به نظرم میتونه حال باشه رو در نظر میگیرم که مشتق نکره منصوب یا جمله حالیه. یه دونه مسرورین دارم، یه دونه محکمتن دارم، یه دونه هو مضر للطبیعه دارم و هو یفهم حال لیس ناجحن دارم. درسته؟ حال مفرد، حال مفرد، حال جمله اسمی. قبوله؟ حالا اینجا نیا کن. ببین منو. یصبح جملت باهاش شروع شده. اصبح صیغه که ماضی فعل ناقصه، صیغه که مضارعش یصبح. با فعل ناقصه است. برو دنبال پیدا کردن اسم خبر. یصبح کی اسمش؟ ناس اسمشه. چه خبری در موردش میخوای بدی؟ چی شدن؟ چی میشن مردم؟ مسرورین، شاد میشن. مگه خبر افعال ناقصه منصوب نی؟ اینا منصوبه. ببین کپ حال بود قیافشا، کپ حال بود ظاهرشا، اما خبر فعل ناقصه است. جواب همین یکه. خیلی به نقشایی که اعراب منصوب دارن دقت کن، خیلی به مفعول دقت کن، به اسم و خبر افعال ناقصه حروف مشبهه خیلی دقت کن. محکمتن، در حالی که محکمه، در حالی که مضر برای طبیعت، و این همشون حال داره بدون خوندن گزینه ها. با فقط بدون خوندن گزینه ها بیا بریم بعدی. عین فیه، عین ما فیه حال، تو کدوم گزینه من دوباره حال دارم؟ خب گزینه یک، جا علنا مدعوون کثیرون. خب اومده برای ما، کی اومده؟ مدعونی، پس فاعلشه. دو تا اسم داری کنار هم، از چهار تا عامل دارن تبعیت میکنن. یک تعداد، جنس، اعراب و در معرفه نکرده بودن، قطعا دومی صفته، پس کثیرون صفته. هم تنالو تعامه مفعول بنا تنالو فی ساعت متأخرت. قبوله؟ دوباره متأخرتن هم صفت برای ساعت که مجرور حرف جرفی.
پس من اینجا عملا حال نداشتم. رفت کنار. دو، جا از ایوفون دوباره فاعل برای جاعه، درسته؟ جمع و کسره، صفت اومده کسیرون، صفت برای ضیوف. نیای بگی جمله وجاء الاخر حالها، بابا این اصلا نکره است. دومی واف داره، مگه قد داری بر سر جاء؟ مگه لم داری بر سر جاء؟ پس این عمرا نمیتونه حال باشه، تعطیل شد. سه، جاء الضیوف و الکسیرون، عین همین عکسش، فقط دیگه اینجا فاعل من معرفه است، اینم کسیرون صفتش. تفاوت دقت کردی؟ اینجا فاعله نکره بود، اینجا فاعله معرفه است. یه صفت هم داره کسیرون. آقا اگر یه اسمی صفت داشته باشه نمیتونه دیگه حال بگیره. چرا؟ اصلا یه اسمی اگر صفت مفرد داشته باشه میتونه صفت جمله هم بگیره. میبینیم با هم دیگه. الان نگاه میکنم فعل، خوب دقت کن، فعل اسم معرفه، واو جمله اسمیه، قطعا حال ندید بزن، اصلا نمیخواد ترجمه کنی. چهار رو نگاه کن، جا علنا دوباره مدوون فاعل کسیرون صفتش. هی نکننا نتکلم استقاینا، هنگامی که ما صحبت میکردیم با دوستان. حال داره؟ نداره. تموم شد. به همین راحتی. سوال بعد. عین ما لیس فیه حال. تو کدوم گزینه من حال ندارم؟ اینجا رو ببین. غاضبن فاقدتن وقتن مفیدن جامع. اینا نظر تو رو جلب کرده به عنوان حال دیگه، حال مفرد. اول داری حال جمله اسمی یا فعلی هم که ندارم، فقط حال مفرد میتونم داشته باشم. خوب دقت کن، گفته لیس ها، تو کدوم گزینه ندارم حال؟ گزینه یک، انفذ الناسو من حول الانسان غاضبن، میتونه کاملا حال باشه برای ناس، هیچ مشکلی نه. دو، تواجه المرأة المسلمة، فاعل تواجه صفت برای مرأة. فاقدتن میتونه باشه برای مرأة، هیچ مشکلی نداره. اما چهار رو نگاه کن، چی گفته چهار؟ ببین منو خوب دقت کن. چهار رو گفته لا یوزیو، ضایع نمیکنه. کی؟ انسان، فاعل، درسته یا نه؟ چه چیزی رو ضایع نمیکنه؟ مگه فعل متعدی نی؟ مفعول میخواد، وقتن میشه مفعولت. حالا این وقتنه دوتا استری کنار هم جفت تو چهار تا عامل رو تبعیت میکنه، پس قطعا مفیدن صفتشه. لعمال لهوم که الاخر میشه جار و مجرور صفتش. دوباره داشتی حال؟ نداشتی که، جواب همینه. برا همینه میگم به واژه هایی که احساس میکنی حالا دقت کن، شاید یه نقش دیگه گرفته باشه تو جمله. برم سوال بعد. دوباره گفته عین الحال، جعل الله لنا من کل موجودات زوجین، نسأل الله ان یجعل السکینة فی قلوب الخائفین. اینا نظر تو جلب کرده دیگه. اندفع شباب المسلمین الی مراکز العلم فرحین، کان طلاب و مدرسه تنا فی ادا واجباتهم. خب اینا واژه هایی که نظر تو رو جلب میکنه به عنوان حال. برام بررسی کن. گزینه چهار، یک کار دارم حساس میشم، فعل ناقص است، اسمش کیه؟ طلابو، طلاب مدرسه ما. خب ترکیب اضافیه، مضاف الیه، فی ادا واجباتشون، ترکیب جار و مجرور بعد از دوباره مضاف الیه. چه خبری میخوای در مورد کانه بدی؟ خبر کانه تموم شد. رفت کن. نسأل الله فاعلش
ان یجعل چه چیزی را سکینتن مفعول بهته در قلوب خائفین. چه ترکیبیه؟ ترکیب اضافیه، پس خائفین میشه مضاف الیه، رفت کنار. یک، جعل الله لنا فاعلش من کل موجودات. آها، فعل جعل رو نگاه کنه، فعل متعدیه درسته، قرار داده خدا برای ما از هر موجوداتی چه چیزی رو؟ جفتی رو، پس مفعول توه، رفت کنار. تمام. این دفعه شباب المسلمینه، شبابو که فاعل توه، ترکیب شباب المسلمه ترکیب اضافیه، پس مسلمینه میشه مضاف الیه. در چه حالی؟ در حالی که شاد بودن. حالشه، برو حالشو ببر. به کی داره برمیگرده؟ به شبابو داره برمیگرده که فاعل برای این دفعه باشه. خب بریم سوال بعد. عین الحال داره، سأجتهد فی اعمالی حقا و اتوکل فی ثمرتها علی ربی. یه حقا داری قطعا. ببین منو، این جمله اسم خوبی داره، اتوکل نمیتونه حال باشه ها، چون اگه بخواد این وابه ها وابه حالیه باشه نمیتونه بیاد، نه قد داره نه حروف نفی. پس این یه حقنه اینجا نظر منو جلب کرده. میام اینجا، ابتسم المعلم فی وجهی ابتساماً کثیراً، یلعب الاطفال بعد اتمام الدرس فرحین، یحاسب حاسب یحاسب الطالب یوم الامتحان حساباً. بریم بررسی کنیم. گزینه چهار، یحاسب الطالب، این که طالب فاعل منه، حاسب یحاسب درسته، حساب کرد چه چیزی رو؟ حسابی رو دیگه، مفعول بهته، مفعولت افکنه. دو، ابتسم المعلم فاعلش فی وجهی ابتسامن، ابتسم یبتسم و ابتسام، مصدر منصوب از جنس و ریشه فعل چی میدن؟ مفعول مطلقه. گزینه یک، سأجتهد فی اعمالی حقا، قطعا مگه معنی نمیده، تلاش خواهم کرد در کارهایم قطعا، قطعا نه مفعول مطلقه. یلعب الاطفال بعد اتمام الدرس، اطفالو بعد اتمام مضاف الیه، دوباره مضاف الیه، در چه حالی؟ در حالی که فرحین. چگونه داره به کی برمیگرده؟ ذوالحالش کیه؟ صاحب حالش کیه؟ اطفاله. نقش اطفال چی بود؟ فاعل بود. ببین دقت کن، صاحب حال سه تا نقش اصلی ها فقط، قبوله؟ خب بیان سوال بعد. سوال قشنگ، خوب دقت کن، چی پرسیده؟ گفته که این صاحب الحال یا مرجع حال چی باشه؟ جمع مکسر باشه. چهار، یو ساعد طلاب المدرسته حاضر تلمیزه یا تلمیزه. ببین منو، طلاب که فاعلته، طلابو، مدرسه که مضاف الیهته، کی به عنوان مفعول میاد برای ساعدو؟ هازا، مگه منصوب نیست؟ پس این میشه تلمیزه، اول شبعیت میکنه، در حالی که متکاسلن دیگه، این میتونه حال باشه. داره به کی برمیگرده؟ اگر خواهد به طلاب برگرده که متکاسلن مفرد نمیتونه، پس قطعا داره به این هازا برمیگرده. هازا جمع مکسره؟ نه، رفت کنه. سه، کانا اطفالو، خب اسم کانا، جمله یلعبونا فی ساعت المدرسه در چه حالی؟ در حالی که مسروری ندیگه، قبوله؟ داره به کی برمیگرده؟ باز
به اطفال نیای بگی، تو رو خدا نیای بگی به اطفال برمیگرده ها، تو رو خدا نگو به اطفال برمیگرده. قربونت، داره به این ضمیر واو در یلعبونه برمیگرده. بابا این اطفال اسم کانه است، جز به نقشای اصلی نینی که بخواد صاحب حال باشه. پداره به این برمیگرده. جمع و کسره؟ تمام. دو، حسد الفلاحون، فاعلش چه چیزی را؟ محاسیلن کثیرتن، مفعول منه، صفتشه. فالعراضی الواسعه فرحین، خب دیگه با شادی دیگه، با خوشحالی جمع کردم رسول الله، مگه نه؟ داره به کی برمیگرده؟ به فلاحون. فلاحون اگه جمع مذکر سالم نی اونه، دست بزار اونا چی مونه؟ فلا پا جمع مذکر سالمه دیگه، پا این هم نمیتونه باشه، جواب گزینه یکه. اما چرا یکه؟ به منو شاهد الناس، فاعلش چه چیزی رو؟ اشعت الشمسه، اشعه های خورشید. اشعه جمع چیه؟ شاه دیگه، درسته؟ چی شد؟ اوکی، جمع مکسر. اشعت الشمسه من وراء الجبل متکون، حال مگه نیست؟ داره به کی برمیگرده؟ تشکیل شده از انواع مختلف، مگه به اشعه بر نمیگرده؟ آها، پس ذوالحالش، صاحب حالش اینجا مفعوله است، نه ناسه که فاعل باشه. فجر مکسره، جواب همینه. خیلی مهم بوده این که بتونی درست تعیین کنی ذوالحالتو، صاحب حالتو، خیلی مهمه، خیلی مهم. بریم سوال بعد. عین صحیح حول حول صاحب الحال یا مرجع الحال، کدوم گزینه درسته در مورد صاحب حال؟ اننا همینا گفته اسره دیگه، بیام سراغ اسره. من چیه بابا؟ که اصلا معذره قبلش، همین الان نکتهشو گفتم، این قطعا مضاف الیه، مگه میتونه اصلا ذوالحال مضاف الیه باشه؟ بزن بره، تموم. دو، التلمیذاتو که مبتدای توه، لیقرأن باید بخونن، فاعل یقرأن کیه؟ این نونه است. چه چیزی رو؟ دروسه، قبل امتحانات سائیاته. خب این حال من سائیاته، در حالی که تلاش میکنن دیگه، داره به کی برمیگرده؟ به این تلمیزات. تو رو خدا نیا بگو به تلمیزات برمیگرده، نمیتونه صاحب حالش مبتدا باشه، به این نونه برمیگرده، به دروس، به مفعول، اصلا هیچی. بزن بره. سه، مدح مدیر و شرکت چه کسی را؟ هاذ الموظفت لائقتا و عارفتن به امور شرکت. خوب دقت کن، عجب عبارتی. مدیر که فاعل منه، ترکیب مدیر شرکت، مدیر و شرکت ترکیب اضافیه، پس شرکت میشه مضاف الیه. چه کسی رو؟ این حاضری میشه مفعول من. حالا دوباره موظفت نقشش چیه؟ صفته. حالا در چه حالی مدحش کرد؟ در حالی که لائق بود و عارف بود، آگاه بود. اما این لائق و عارف، لائقتن و عارفتن که حال من باشه، داره به کی برمیگرده؟ به این حاضا داره، به این حاضهی داره برمیگرده، نه به مدیر. که مدیره مدح کرده در حالی که این کارمنده اینجوری بوده، بس اینم رفت کنار. بررسی کنم چهارو. المسلونه اشترکو، دوره مبتدا، این اشترکو، خبرش ضمیر و فاعل، فی صلات جار و مجرور، صلات یوم مضاف الیه، یوم الجمعه دوره مضاف الیه، در چه حالی؟ مکبر. داره به کی برمیگرده؟ قطعا به این واو برمیگرده، درست؟ شک نکن، شک نکن. جواب گزینه چون. بریم سوال بعد. نگاه کن تستو. ما چقدر زمان داریم؟
به ما گفتن یه ساعت من چند دقیقه رفت پس نه از این ده دقیقه دیگه به من بگو که من دامش ممنونه دامش دوباره من حال خواست برم ببینم چیا نظرمون جلب میکنه آه ببخشید چشم صفحه قبل تست آخر خب این صفحه قبل تست آخر چی شده؟ مرداد بگو آره قبول دارم غیر منصرفه نه و تعمیم بگیره ولی خب بچه ها نظام جدید ندارن غیر منصرفه برم از مفاعل نمیتونه تنبیه بگیره تو گزینه 3 مسرور نقشش حال دیگه ولی ذل حالش این ضمیر واو در یلعبونه است که دیگه جمع و کسر نمیشه حل مائده اما این سوال عین الحال چی نظر رو جلب میکنه؟ یه دونه مخافن جمع میکنه یه دونه این الخافین نمید بشه خافین ها این نیست الف و لام رو نگیرید فقط خود خافین رو بگیرید واقعا نداره هیچی نداره که من بخوام حال در نظرش بگیرم خدا بگیرید بریم مدرسه کنیم ببین گزینه 1 الموتو خب این مبتدای من جمله لیس الی آخر میشه خبر برای مطمئن دیگه خب ولی با لیس داستان دارم من فعل ناقص است نیست خب یه هوای مستتری در اسمشه که داره به موت برمیگرده خب حالا این خب مخوفنه میشه خبرش خبر لیس است بس بیرو کنار خب پس ما دیروز چیزش داره گفتم با ولی خانم چیز به ما گفته بودن یک سال چش این هم سوال آخر اون بشه پس این شد خبر لیسه عمران نمیتونه حال بشه رفت کنار نفقد و قدرتنا خب چه چیزی را قدرتمان را مفعولون بهده این نام که مضافون الیه اماما مشاکل الحیات اماما ظرفه پس مشاکل میشه مضافون الی حیات هم که دوباره مضافونه برای مشاکل هیچی نداشتی اصلا و هازا مبتدا هوال خوفو ببین زمانی که مبتدا خبره جفتشون معرفه باشه یه ضمیر فصلی اعماد میاد دقت کن خوف و حقیقی ترکیب وصفی پس این صفته الذی یقتلن اینم که دوباره مفعول بشه هیچی حال نداشتی تموم شد اندما نعیش و خافینه علیه گفتم نیست خافینه بد نکره باشه من الموت هنگامی که زندگی میکنیم در حالی که میترسیم اینم تست آخر امیدوارم که مطالبی که گفتیم به درد خورده باشه مفید بوده باشه براتون و ازش استفاده کرده باشین به جرئت میتونم بگم بعد این جلسه قطعا تستی از حال نخواهد بود که شما جلوتون بذارن و نتونید بزنید اگر کسی بچه سوال داره من در خدمت
مرسی، خواهش میکنم، متشکرم. روز خوبی داشته باشین، متشکرم. خداحافظ رفقا.